به نام خدا و سلام به شما همراهان همیشگی آکادمی لرن فایلز. من امیررضا نیکا هستم و قصد دارم تا مجموعه آموزشی مطالب مقدماتی در نرم افزار مهندسی مطلب رو به شما عزیزان ارائه بکنم. توی این بخش از مجموعه آموزشی به شما میگم که چه مباحثی در کل این پکیج به شما ارائه میشه و کلن یک آشنایی مختصری رو با این پکیج آموزشی خواهید داشت. در قسمت اول میخوام به شما بگم که مباحث مربوطه به این صورت هستند که شیوه تدریس در واقع به شکل کاملا عامیانه و فی‌البداهه هست، همینطوری که الان دارم با شما صحبت میکنم، و دقیقا به صورت کلاس محور و استاد محور ما این مجموعه آموزشی رو تهیه کردیم. اینجوری درک شما از آموزش بهتر خواهد بود و بهتر مطالب رو میتونید یاد بگیرید. همچنین سرفصل‌ها رو توی این قسمت به شما معرفی می‌کنم و پیش نیازها رو به همراه منابع آموزشی. اما شیوه تدریس ما به این شکله که به صورت عملی و همراه با مثال ارائه شده، یعنی هر دستوری رو که ما آموزش میدیم یک مثال یا چند مثال برای اون ارائه میشه، خروجی کار هم به صورت کامل نشان داده میشه. سورس کد های تدریس شده به شما ارائه خواهد شد بعد از خرید این مجموعه آموزشی و همچنین در انتهای دوره هم نتیجه گیری می کنیم که چه چیزهایی رو یاد گرفتید و به چه چیزهای دیگری احتیاج دارید. در ادامه اشاره مختصری به سرفصل های دوره دارم. باید دقت داشته باشید که سرفصل ها رو در اینجا به صورت کلی میگم و ممکنه که هر بخش خودش شامل چندین ویدیو در زیر مجموعش باشه که در طی دروس مختلف میتونید اینها رو بررسی بکنید. از جمله این سرفصل ها ما بررسی مفاهیم اصلی و پایه در مطلب رو داریم. فراموش نکنید ما دوره مقدماتی مطلب رو داریم که خب در واقع نرم افزار مطلب عمدتا مباحث سیمولینک، پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی رو هم در بر می‌گیره که تلاش می‌کنیم این پکیج‌ها رو هم برای شما عزیزان تهیه و تولید بکنیم. همچنین شروع کار با مطلب رو داریم، مباحث آغازین رو خواهیم دید، آموزش مقدماتی مطلب در این پکیج ارائه میشه، از توابع مختلف به همراه کاربردهاشون و خروجی‌هاشون استفاده می‌کنیم، دستورات محاسباتی رو خواهیم داشت، با اونها آشنا میشیم و میشناسیم این دستورات رو، متغیرها رو تعریف و مقداردهی و نهایتاً استفاده میکنیم، با ماتریس ها کار میکنیم. مبنای نرم افزار مطلب ماتریس ها هست، پس ما سعی کردیم که در این مجموعه آموزشی خیلی زیاد از ماتریس ها استفاده بکنیم و مفاهیم مربوط به اونها رو شما بتونید بهتر یاد بگیرید. دستورات محاسباتی روی ماتریس ها و آرایه ها رو به شما عزیزان آموزش خواهم داد. ام فایل ها رو به شما معرفی میکنم، میسازیم و خروجی ام فایل میگیریم و همچنین دستورات و نمایش خروجی های مختلف رو داریم. گفتم هر دستوری که ما مینویسیم آموزش میدیم در نهایت اجرا میشه و خروجی اون رو میتونید بر روی مانیتور مشاهده بکنید. بحث گرافیک، نمودارهای دو و سه بعدی به همراه خروجی‌های مختلف برای شما تشریح خواهد شد در این مجموعه آموزشی. بحث بسیار جذاب و زیبایی هست که میتونید خروجی‌های مورد نظرتون رو بگیرید و چندین مبحث دیگر که در زیر مجموعه این مطالب گنجانده شده. در بحث پیش نیازهای دوره باید به شما بگم که من جوری این مطالب رو برای شما گردآوری کردم و آموزش میدم که پیش نیاز خاصی رو احتیاج ندارید. فقط کافیه مفاهیم اولیه کامپیوتر و کار با سیستم عامل ویندوز رو به خوبی بلد باشید و همچنین علاقمند به یادگیری باشید. اگر این دو مورد رو داشته باشید و رعایت بکنید، به راحتی میتونید این مجموعه آموزشی رو مورد استفاده قرار بدید و بر مباحث گفته شده مسلط بشید. برای منابع آموزشی دوره هم من سعی کردم از قسمت راهنما یا هلپ مطلب استفاده کنم. توی خود این مجموعه آموزشی هم گفتم راهنمای مطلب جامع‌ترین راهنما میتونه برای ما باشه. چیزهایی رو به ما یاد میده که در هیچ منبعی نمیتونیم اونها رو پیدا بکنیم و در واقع بهترین راهنما برای یادگیری هست که شما میتونید بعد از در واقع طی کردن دروس مختلف در این مجموعه آموزشی برای بالا بردن سطح علمی خودتون از راهنمای مطلب هم استفاده کنید. اما سابقه تدریس من در این زمینه به کمکم اومده. در بحث پردازش تصاویر، در بحث شبکه‌های عصبی و در بحث سیمولینک هم من سابقه تدریس مطلب رو دارم که خب همه اینها دست به دست هم دادن و به من کمک کردن که این مجموعه آموزشی رو به شما عزیزان ارائه بکنم.
و همچنین در بعضی جاها هم نیاز بوده که از گوگل یک سری مطالب رو استخراج کردم. در هر صورت آکادمی مجازی learnfiles.com به شما کمک میکنه که بیش از 3000 ویدیوی فارسی رو در دسترس داشته باشید و به راحتی در هر جا و در هر زمان کامپیوتر و علوم کامپیوتری رو یاد بگیرید. با من همراه باشید تا در طی این مجموعه آموزشی دوره مقدماتی مطلب رو شروع کنید.